بسم الله الرحمن الرحیم. اولا به همه برادران عزیزی که تشریف دارید، جناب آقای هاشمی رئیس جمهور عزیز و محترممون، جناب آقای حاجی احمد آقا یادگار و فرزند ارجمند و گرامی امام بزرگوارمون، و یکایی که شما برادران بسیار خوب و خدوم و زحمتکش، خیر مقدم و تبریک عرض میکنم. لازم است که در چنین روزی و چنین مناسبتی یاد شهدای عزیز این روزها رو گرامی بداریم. شهید عزیزمون مرحوم آقای رجایی و شهید عزیزمون مرحوم آقای باهنر که حقیقتاً دو نمونه برجسته از یاران انقلاب و یاران امام بودند، همچنین از مرحوم شهید عراقی که جزو فداییان امام بودند و ایشون هم شهادتشون همین روز هاست. یاد کنیم خداوند انشاءالله که این عزیزان انقلاب رو با اولیاء خودش محشور کنه و به ما هم توفیق بده که در راه شهدای گرانقدرمون که راه خدا و راه قرآن و راه امام هست با همه وجود حرکت کنه. بنده همینطور وظیفه خودم میدانم به مناسبت تشکیل کابینه جدید که از اعضای کابینه قبلی مخصوصا برادر خوب و عزیزمون آقای مهندس موسوی که حقیقتا 8 سال در سخت‌ترین دورانها با همه وجود این برادرها تلاش کردند تشکر کنم. بنده شاهد بودم و ادای این شهادت رو لازم میشمرم که در چه شرایط دشواری، چه خون دلهایی، چه دغدغه هایی، چه تلاش های پرحجمی رو این برادران داشتند و به حمد الله نتایج خودش رو هم داشت. اون برادران تلاش خودشون رو کردند، زحمت خودشون رو کشیدند. بعضی به حمد الله در این کابینه هم تشریف دارند و امیدواریم به همون تلاش ادامه بدن. بعضی هم که در این کابینه نیستند در مجموعه عناصر خدمتگزار این نظام جمهوری اسلامی هستند و انشاءالله خواهند بود. راجع به شما برادران عزیز، من صمیمانه باید به شما تبریک عرض بکنم. اولا این تبریک به مردم ماست. رئیس جمهوری با این خصوصیات برای ملت ما و انقلاب ما و کشور ما حقیقتا یک موهبت الهی است. وجود جناب آقای هاشمی و این مسئولیتشون هر دو حقیقتا نعمت برای این مردم و بر ما. بنده قدر این نعمت رو میدانم و میدانم که مردم هم قدر این نعمت رو میدونند و در رأی خودشون و اعلام وفاداریشون این رو نشون دادن. بعد از این هم انشاءالله نشان خواهند داد. و برای شما برادران هم که کار میکنید با این مجموعه و با ایشون، یقینا تبریک جداگانه ای لازم داره. این برای شما تبریک دیگری که هست اعتماد مجلس شورای اسلامی است که به شما ابراز شد. در طول این 2-3 روز بحث بسیار جالب و حقیقتا استثنایی و حاکی از آزادی کامل
که این یکی از امتیازات بزرگ کشور ما و مجلس ماست، بیان ببینن کسانی که تردید میکنند در اصول یک حکومت اسلامی و آزادی کامل اسلامی در این کشور، این مجلس ما رو. نمایندگان با کمال شجاعت، با کمال صراحت، با احساس وظیفه میان میایستن، نظر موافقشون، نظر مخالفشون رو بیان میکنن، که این هم نعمت بزرگی است که ما داریم. و بعد هم که احساس مسئولیت مجلس، احساس مسئولیت بسیار خطیری که در این روزگار مجلس داشت در دادن رأی اعتماد به همه اعضای کابینه آشکار شد. مجلس شورای اسلامی نشون داد که حقیقتاً واقعیات کشور رو خیلی خوب درک میکنه، مصالح رو درک میکنه و خودش رو در قبال این حقایقی که وجود داره و در قبال این ملت مسئول میدانه. دلیل بزرگش همین بود که این رأی اعتماد بالا رو به شما اعضای کابینه جدید دادند. من تشکر میکنم از برادران و خواهران نماینده در مجلس شورای اسلامی و به خصوص برادران مؤمن و حزب اللهی که با رأی مثبت خودشون این امکان رو دادند که کابینه در اسرع وقت به کار خودش شروع کنه و بتوانند برادران مسئول امور کشور رو اداره کنند. ما البته در آینده تبادل نظر و همفکری و همکاری مستمرن با شما برادران خواهیم داشت. من اجمالاً عرض بکنم، شما خوب میدانید که در اسلام مسئولیت و تکلیف یک جانبه نیست. وقتی کسانی بر مردمی حکومت میکنند به معنای اسلامی حکومت، نه به معنای طاغوتی و رایج بین افکار و ذهنهای جاهلی، بلکه به همون معنایی که در اسلام حکومت هست، یعنی مدیریت کشور رو بر عهده میگیرند و بار سنگین مسئولیت رو بر دوش میکشند، یک وظیفه طرفینی، یک مسئولیت طرفینی بین اونها و مردم به وجود میاد. از امروز حقی شما بر مردم دارید و حقی مردم بر شما دارد. حق مردم بر شما این است که با همه وجودتون برای این مردم کار کنید. این چیز تازه‌ای برای شما نیست، شما این امتحان رو همیشه دادید و برای مردم کار کردید. این نصیحتی است در درجه اول برای خود من و بعد هم برای شما و همه کسانی که مسئولیتی بر دوش دارند. ما واقعا با همه وجود باید کار کنیم. هر چه ظرفیت در جسم ما و ذهن ما و ابتکار ما وجود داره، باید صرف کنیم برای اینکه امور کشور اداره بشه و کار مردم به راه بیفته و مردم زندگی خودشون رو به سمت یک زندگی اسلامی، این راه رو ادامه بدن. و زندگی اسلامی به معنای توجه به معنویات و نمادیات نیست، همچنانی که به معنای توجه به مادیات و نه آرمان‌ها و معنویات هم نیست. این کابینه اعلام کرده که میخواد مشکلات مردم رو انشاءالله در حد توان حل کنه. جناب آقای رئیس جمهور اعلام کردند که کابینه کاریست و قصدش این است که کارها رو در شعب مختلفش با قوت و قدرت انجام بده. این آینده خوبی رو نوید میده. نباید بعضی خیال کنن که حرکت به سمت گشودن گره های کاری که در زندگی یک ملت وجود داره، به خصوص ملتی که 8 سال جنگ رو پشت سر گذاشته و مشکلات فشارهای جهانی رو تحمل کرده،
تصور کنن که حل این مشکلات به معنای دوری از معنویات و آرمان هاست. دشمن اینجور تبلیغ میکنه، بیگانگان اینجور تبلیغ میکنن، اونها اینجور وانمود میکنن که اگر یک مجموعه کاری داره برای رفاه مردم و حل مشکلات مردم کار میکنه، این لزوماً به معنای دور افتادن از معنویات و آرمان هاست. این غلطه. این تصور افراد ساده لوح و تقلید و تسویل افراد مغرضه. نه، اسلام برای دنیا و آخرت مردم برنامه و هدف داره و مسئولین اداره کشور موظفند همون قدر به امور مادی مردم برسند که به امور معنوی و آرمانهای اونا. بیگانگان اینجور تبلیغ میکنن که اگر یک مجموعه ای میخواد مشکلات مردم رو حل کنه، تولید رو در کشور زیاد کنه، معادن رو فعال کنه، صنایع رو فعال کنه، کشاورزی رو پربار کنه، کارخانه ها رو با همه ظرفیت به کار وابداره، پس لابد این به معنای فراموش کردن یا ضعیف کردن و کمرنگ کردن آرمان ها و معنویات و اهداف انقلاب. این فکر، فکر دشمنه که میخواد در ذهن مردم ما این رو القاء کنه و خیلی مایه تأسف اگر انسان مشاهده کنه که بعضی از افرادی که دوستند غافلانه و ساده لوحانه همون حرف دشمن رو تکرار کنه. دنیا و آخرت با هم، آرمانها و رفاه با هم، در کنار هم، قابل پیشرفت هم هست. اگر کسی تصور کنه که اون جامعه‌ای که آرمانگراست به حل مشکلات مادی و رفاه مادی نخواهد رسید، این معناش این است که ما بگیم ادیان و مقدسات و معنویات و آرمانها به فکر دنیای مردم و زندگی مردم نیست. این برخلاف صریح اسلام و صریح همه ادیان. مطمئنن حرکت در سمت گشودن گره های مردم و باز کردن راه به سمت یک زندگی مرفه و سالم و خوب که مردم از فراوانی، از ارزانی، از امکانات استفاده بکنند، این یک وظیفه اسلامی است که بر دوش همه است، به خصوص بر دوش شما که مسئولین کشور هستید و مدیران کشور هستید. و این عملی است، این قطعا جزو آرمان های اسلامی است و محققا جزو آرمان های امام عزیزمون بود. البته اگر این دو یک روزی در یک جایی با هم تعارض کنه، جامعه مؤمن و انقلابی و زنده دنیای زودگذر و سهل الوصول خودش رو فدا خواهد کرد برای آرمان های مندگار و همیشگی و حقیقتا صعب الوصول و مشکل رسیدن به اون آرمان ها چیزهای دشواری است. اما در بلند مدت در برنامه‌ریزی های جامع که شما به دنبالش هستید، می توانند ملت ایران آرمان های انقلابیشون رو، جهتگیری انقلابیشون رو، معنویات اسلامیشون رو در کنار رفاه مادیشون انشالله به دست بیارن. ما عجله هم نمی کنیم، مسئولین کشور رو دچار دستپاچگی هم نمی کنیم، برنامه ریزی رو با صبر، با حوصله، با حواس جمع در همه بخش ها، در بخش های اقتصادی، در بخش های فرهنگی، در بخش های بهداشت و درمان، در بخش های خدمات، در بخش های تولید، در به خصوص در بعضی از بخش های ویژه مثل کشاورزی، مثل معادن، که اینها کارهایی است که باید تکان حسابی انشالله بخوره، انشالله برنامه ریزی ها رو بکنید و حرکت کنید. این مسئولیت شماست و دین شماست به مردم. و اما مسئولیت مردم در قبال شما که اون طرف قضیه است، که همونطور که عرض کردیم نمی شود گفت که شما مسئولید در مقابل مردم، مردم در مقابل شما مسئولیتی ندارند، یا مردم در مقابل شما مسئولند و شما مسئولیتی ندارید. نه، هر دو در مقابل هم مسئولید. این کلام امیرالمؤمنین علیه السلام و طرز فکر اسلام. مسئولیت مردم این است که شما رو در حد اعلا حمایت کنه. اگر مسئولین کشور و دولت جمهوری اسلامی و هر دولتی از حمایت و پشتیبانی مردم برخوردار نباشه، کار بر او دشوار و در شرایطی و مواردی محال خواهد شد. مردم باید به شما به چشم
اومنایی نگاه کنند که امین و وکیل اونها هستید و میخواهید مشکلات اونها رو حل کنید. انسان با وکیل خودش بد اخلاقی نمی کنه، نسبت به وکیل خودش خردگیری نمی کنه و حمایت از وکیل و نماینده وظیفه موکل. شما وکیل مردمید، هم رئیس جمهور که منتخب میلیون ها انسان شما رو معرفی کرده و برگزیده، هم نمایندگان مجلس که وکلای مردمن، شما رو بر روی شما صحه گذاشتن و شما رو برگزیدن و به شما رأی دادن. شما وکلای مردم هستید. مردم باید از وکلای خودشون و از امنای خودشون که شما هستید حد اکثر دفاع رو و حمایت رو بکنه. این یک مسئولیت. دیگر مردم این است که مردم مشکلات کار رو توجه کنند. اینجور نباشه که افراد بیمسئولیتی، همچنانی که در طول دوران جنگ دیدیم که چه صداهای غیر مسئولانه ای از حنجره ها در آمد و امام بزرگوارمون رو مغموم کرد و مردم رو افسرده کرد. و البته افسردگی و هم و غم امام و مردم نه به خاطر این بود که برای این صداها ارزشی قائل بودند، بلکه به خاطر این بود که چرا یه عده‌ای باید اینقدر کج بفهمند و حقایق رو درک نکنند. باید مشکلات رو درک کنند. امروز قدرت‌های بزرگ جهانی از به اسلام و جمهوری اسلامی به چشم یک تهدید نگاه میکنند. استکبار جهانی به جمهوری اسلامی به شکل یک تهدید نگاه میکنه. قلدرهای دنیا و چهره‌های ضد مردمی دنیا و در رأس همه آمریکا به جمهوری اسلامی و نظام اسلامی به چشم یک خطر نگاه میکنند. طبیعی است که با دشمن، با خطر، اینها دل صافی و دست مساعدی نخواهند داشت. مشکلات ایجاد میکنند همچنانی که تا حالا کردند و شما که غالبا در دولت بودید، کسانی در همین دولت گذشته بودید، کسانی در دولت‌های قبل حضور داشتید، همکاری داشتید، و بعضی هم که در دولت نبودید یا در مجلس یا در بخش‌های گوناگون مشغول خدمت بودید، میدونید مشکلاتی را که دشمنان ایجاد میکنند چیه. ما این مشکلات رو البته از سر راه بر میداریم. اینا در مقابل اراده انسان و اراده یک ملت و اراده مؤمنین چیز زیادی نیست و قابل برطرف شدن هست و قابل عبور هست این موانع، و مردم هم این رو میدونند. لکن شکی نیست که در سرعت کار، در سهولت کار مشکلاتی رو ایجاد میکنه. این مشکلات رو مردم بایستی درک بکنند و عجله و سراسیمگی به خرج ندن تا مسئولین کشور و شماها انشاءالله بتوانید کار رو با قوت و قدرت هرچی تمامتر انجام بدید. البته مردم حق دارن بعد از گذشت زمان معقولی از مسئولین هر یک از بخش ها سوال کنن که نتیجه کار شما کو. باید خودتون رو آماده کنید برای این پاسخگویی. باید کار رو جوری تنظیم کنید که بتوانید به مردم بگید که این محصول کار و این نتیجه کار، و اگر کمه و اگر ناقصه به این دلیل. و مردم حسابگرند و مردم هوشیارند، و اون چیزی که برای همه ما باید مورد توجه باشه، هم برای شما برادران عزیز کارگزاران دولت، هم برای مسئولین قضایی و هم برای همه مدیران در همه بخش ها، این است که رعایت انصاف و عدالت رو در همه امور بکنید. در جامعه ما باید به سمتی بریم که امتیازات بی دلیل و بی جهت لغو بشه، از بین بره. نظام طاغوتی بر مبنای امتیازات غلط بود، این بایستی به کلی ازاله بشه و همون عدل حقیقی اسلامی انشاءالله برقرار بشه. قشرهای مظلوم و دور افتاده از مرکز و روستاییان و عشایر و کسانی که مشکلات بیشتری دارند قطعا در اولویت باید قرار بگیرند در برنامه ریزی ها، در همه قسمت ها، نه فقط در قسمت های اقتصادی، بلکه در انواع و اقسام خدمات فرهنگی و غیره. اینها رو بایستی اولویت بگیرند. خداوند انشاءالله به شماها خیر بده و کمک کنه. من تشکیل این کابینه رو
و این مجموعه بسیار کارآمد و عزیز رو به خودم، به ملت و به همه مؤمنینی که در دنیا علاقمندی این علاقمند به مصالح این ملت هستند تبریک میگم و شما رو مغتنم میشماریم. به خود شما هم این مسئولیت بسیار گران و عظیم رو تبریک عرض میکنم. خداوند انشاءالله به شماها توفیق بده و تایید کنه شما رو تا بتوانیم هممون انشاءالله با هم وظایفمون رو انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.